زهره ها رقص کنند، آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند. جان ها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند، در گوش تو گویم که کجا رقص کنند. هر ذره که در هوا در همون است، نیکو نگرش که همچو ما مفتون است. هر ذره اگر خوش است اگر محزون است، سرگشته خورشید خوش بیچون. به نام آفریدگار هستی، در برنامه شینکای آسمان یا نیلگون کمان در خدمت شما دوستان قرار داریم. صحبت امروز ما با دنبال کردن مسئله که در برنامه به زبان انگلیسی در برنامه Indigo Firmament مطرح شد، همان مسئله را تعقیب میکنیم که پدیده خداوندی است و یا به نحوی میتونیم بگویم که ارتباط بین خدا و بنده چی است. قسمی که تعامل علمی است در آغاز هر بحث باید مطالب را در ابتدا تعریف کرد تا گوینده و بیننده به اصطلاح در یک صفحه باشن و یعنی از سوی تعبیرها و اینها جلوگیری شود. من همیشه در برنامه های خود این شیوه را هم اتخاذ میکنم و تعقیب میکنم و این برنامه هم حتما که در آن استثناء نخواهد بود. وقتی که ما کلمه خداوند را یا خدا را به زبان میاریم، ما فکر میکنیم که ما هر کسی که خدا یا خداوند میگه یا الله میگه یا گاد یا اصطلاحات مختلف زبانهای دیگر را به کار میبرند، اینها در برگیرنده همان مفاهیم است که ما از آن درک میکنیم که چنین نیست. به طور مثال اگر من میگویم خدا و شما هر کدامتان منفردانه میگوین خدا، نه تنها برداشت هر یک ما از این کلمه و مفاهیمی که در آن نهفته متفاوت است، بلکه اگر به یک بررسی و تحلیل بپردازیم و از همدیگر بپرسیم که خداوند یعنی چی، به شما چی مفهوم را افاده میکنه، به زودی درک میکنیم که این اصطلاح خودکفا نیست برای در برگرفتن معانی و مفاهیمی که در ذهن انسانها خطور میکنه. یعنی کلمه مشترک است ولی برداشت همیشه متفاوت میباشد. بنان در برنامه امروزی کوشش میکنیم که خداوند را بشناسیم یا خدایان را بشناسیم. منظور ما از شناخت خدایان اینجا مسئله توحید را مورد سوال قرار دادن یا مورد سوال قرار گرفتن نیست، بلکه چگونه ما در اذهان خود خدا را به انواع مختلف
ذهن نشین می سازیم و آن را تعریف می کنیم بنان چون این اختلافات است بنان خدای هر کس فرق داره. و همچنان ضرور است که ما خدا را از یک دیدگاه دیگه بدانیم. یکی خداوند ذاتی است که خداوند ذاتی یک واقعیت و یک حقیقت بوده می تواند. برای این که به طور مثال ما وقتی که همه خلقت را مشاهده می کنیم، زمین و آسمان را می بینیم، کائنات را تا جایی که توان فهم ما و استعداد ما و ابزار و آلات که در اختیار ماست به ما نشان می دهد و می دانیم که در این کلیت لایتناهی با این بزرگیش که در آنجا در هر سطحش یک نظام است و در بین نظامش نظام‌های دیگر است، همه این نظم در این نظام‌ها نمی‌تواند که روی تصادف بوده باشه و از خود یک خالق نداشته باشه. بنان روی یک ضرورت علمی، روی یک استدلال فلسفی، حتی روی یک معادله ریاضی ما محتاج هستیم به این که اگر از نگاه اعتقادی خداوند را نپذیریم، از نگاه یک ضرورت منطقی چاره ندارم جز این که برای همه این نظام ها یک خالق را تصور کردن نتوانیم. اگر همه عالم هستی اقلا در سطح ماده اگر روش فکر کنیم و اگر فکر میکردیم که خب مالیکول هاست و فرض کنیم اجسام سماوی و اینها در هر جا هستن، خب از یک در سطح از روی یک تکامل به میان آمدن یا از روی تجزیه و یا به هم خوردن و اینها، اگر در آنها عدم نظم را معیار قرار بدهیم، باز ضرورت به قبول کردن خداوند نیست که بگوییم که خب یک کره سماوی است به نام مهتاب در یک جای است، یکی که خلق کردیش یا نکرده، این ممکن در سطح اول بر ما ضرور به نظر نیاید. ولی زمانی که ما میبینیم که علاوه بر موجودیت اجسام سماوی یا هم در محیط خود ما اینجا نظام های موجود است، این نظام ها را ممکن ما قسمن تعریف کرده بتانیم، فرض کنیم قوه جاذبه، پس این قوه جاذبه هم باید یک خالق می داشت، یا فرض کنیم که اجسام خرد و بزرگ هستن و از دیدگاه نیوتن می تانیم که قوه جاذبه را بپذیریم، ولی وقتی که به آینشتاین می رسیم می بینیم که نظریه چیز نسبیت او کاملا با نظریه چیز نیوتن موافق نیست، ولی به ذات خود هر کدام اینها از یک نظام بحث میکنه. یا مثلا در حال حاضر که دانشمندان فیزیک هوایی یا استروفیزیکس میبینن که حتی ابعاد سیگانه مکانی با بعد چهارم زمانی هم برای فهمیدن این محیط گسترده با گسترش کاملا سرسام‌آور
نمیتونه از عهده تعریفی از او برایه و اونها حتی به یک به عالم‌های 11 بودی اعتقاد دارند. بنان در این عالم‌های چند بودی نظام‌های هستند که همه در هم به نحو عیار گردیدن و خود نظام که از نظم گرفته شده و خود نظم این مفهوم را می رساند که نظم خود به خود خودسرانه بدون خالق به میان نمی آید. بنان در سطح ذاتی به یک خداوند ضرورت است. چی این خداوند؟ خداوند اعتقادی ما باشه که در مقابلش نماز ادا می کنیم و رکوع و سجده که او مسئلهش جداست، و چی یک خداوند ذاتی است که ذاتن به او ضرورت است، یعنی خداوند واجب الوجود است به گفته ابن سینا، یا خداوند است که علت العلل اولی است به اصطلاح ارسطو، و یا دانشمندان و فلاسفه و عرفای دیگر که به انواع و به عبارات مختلف آن را تعریف کردن. بنان این یک خداوند است که ما میتونیم آن را خداوند ذاتی بدانیم، یعنی خداوند که به ذات خود متکی به خود بدون مشروط بودن به هیچ چیز واجب الوجود است، یعنی قابل انکار نیست، یا به اصطلاح انگلیسی in and of itself it is a complete necessity. این یک خداوند است که خداوند ذاتی است. یکی هم خداوند ذهنی است. تفاوت بین خداوند ذاتی و ذهنی این است که خداوند ذاتی یک خداوند پذیرفته است که از روی استدلال، منطق، ریاضیات و یا علوم دیگر از وجودش انکار شده نمیتونه، اما حتمی نیست که اون خداوند با خداوند اعتقادی یک مذهب و یک فرقه و یک دیانت خاص همگون و هم نوا باشد. و این خداوند ذاتی همچنان متفاوت است از خداوند ذهنی. خداوند ذهنی فرقش با خداوند ذاتی در این است که خداوند ذاتی خود آ است، یعنی خود به وجود آمده، یعنی خود پیداست. او خداوند خالق دیگر نداره، خودش خالق است. ولی خداوند ذهنی به نحو خداست، خالق است و به نحو هم مخلوق است. این خداوند ذهنی مخلوق ذهن ماست و ما در ذهن خود آن را خلق میکنیم، حسب یک ضرورت آن را خلق میکنیم. این خداوند ذهنی است که چون ذهن ما با ذهن شما و با ذهن هر کدام شما متفاوت است، بنان در ذهن هر کدام ما خداوند متفاوت است وجود دارد، و او خداوند ذهنی مربوط به ایست که ذهنیت ما چقدر گسترش داره، چقدر پهنا و وسعت داره، چقدر عمق داره، چقدر فهم داره، همچنان چقدر استدلال داره، چقدر قوه تصور داره، چقدر قوه خیال داره، خیال فعال. با همه این ابزاری که ما در درون خود ما هر کدام ما داریم، ما یک خداوند متفاوت را در ذهن خود ترسیم کرده میتوانیم. منظورم از کاربرد کلمه ترسیم این بود که چون در ذهن است، ما یک تصور از او باید داشته باشیم هر کدام ما. بنان این تفاوت بین خداوند ذاتی و خداوند ذهنی
در قدم اول مهم است. دومی که خداوند ذاتی را ما میگذاریم بس شبه به علما و فلاسفه و آنهایی که با علم و با منطق با اینها استدلال میکنند که میتونه خداوند ذهنی ببخشین خداوند ذاتی یک بحث فلسفی باشه به ذات خود. چیزی که ما میخوایم بحث را از اونجا آغاز کنیم او خداوند ذهنی است. ما چرا به خداوند ذهنی یک ضرورت داریم؟ چرا این احتیاج هست در ما، در نهاد ما، در سرشت ما از زمانی که ما به دنیا میاییم یا هم قبل از این که به دنیا بیاییم؟ آیا برداشت از خدا داریم یا نداریم؟ آیا خداوند مطرح هست برای یک موجوده که هنوز از مادر تولد نشده؟ خداوند ذهنی ما به نحو زاده قوه حسی ماست. بنان شناخت ما با حس ما مربوط است. اینجا یکی پنج حس درونی است که بحث از او جداست و یکی هم پنج حس بیرونی. پس از این بحث آسانتر آغاز میکنیم با حواس بیرونی، بینایی، شنوایی، بویایی و طعم و اینها، که ما اقلا حس شنوایی ما قبل از تولد در ما تکامل یافته یا اقلا فعال گردیده. پس یک نوزاد گفته نمیتونیم چون زاده نشده. یک نطفه، اگر منظور از نطفه مراحل اولیه نطفه بودن نباشه بلکه مراحل بعدی تکامل یافته آن باشه، منظور ما از اوناست که در یک زمان حس شنوایی آنها فعال میشه و یک طفل در زمانی که در رحم مادر است با صدای مادر آشنا میشه، با صدای مادر خو میگیره و این اصطلاحی که در غرب به نام باندینگ یا مرتبط ساختن یا پیوستن یا علاقه گرفتن به کار میره، این همو عبارت است که ما آن را خو گرفتن میگویم. پس پیش از تولد یک طفل در رحم مادر خو میگیره با صدای مادر، با صداهای محیط دیگه و عکس العمل نشان میده و تجارب نشان داده که فرض کنیم یک موسیقی و ساز آرام عکس العمل طفل در رحم مادر فرق دارد تا یک موسیقی که به اصطلاح بگویم موسیقی بسیار مست باشه و آدم به تحرک و به رقص میاره. این چیزی که خودش نشان دهنده است که یک نازاد، اگر بگویم نه نوزاد، هنوز هم یعنی با محیطش در معامله است یا عکس العمل نشان میدهد. خب حواس دیگه که بویایی یا حواس لمس و اینها ممکن بعدن بیا، ولی حتی در قسمت حواس لمس هم میگوین وقتی که طفل نو تولد میشه اگر در روی جسم مادر گذاشته شد و بگذارند که این طفل خودش خود به پستانهای مادر برسانه، مادر را لمس کنه، مادر را ببینه، اینجاست که رشد حس لامسه طفل بسیار سریع پیش میره. به هر صورت بس زیادتر نمی بریم اون طرف، منتهایی که باید پذیرای این باشیم که
محیط اولیه به دنیا آمدن ما آغازش به نحو با یک پدیده خداوندی ضرورت داره. چون این هدف هست میخوایم به اونجا بریم، بنان در مراحل اول تولد که یک طفل چشم خود را باز میکنه، همین اصطلاحی که ما داریم که چشم به دنیا گشود، این گشودن چشم به دنیا چی معنا را میدهد؟ چشم گشودن برای این که محیط خود را میخواهد بشناسد، و شناخت این محیط ضرورتش در ایست که در غیر آن، یعنی پیش از آن که چشم باز شود، یک طفل تنها خود را میبینه و این خودیت او، این انانیت او، این خود مرکز پنداری او، این نفسانیت طفل در سطح فلسفی نه، ولی در سطح یک ضرورت حیاتی، همه از این متمرکز است به نفس خودش و هر چیزی را که دورتر از آن میبینه باید به آن متوسل شود، به آن مرتبط شود، به آن یک رابطه داشته باشد. بیاین که یک مثال با شما در بیان میان بگذارم، این که اگر فرض کنیم، و وقتی که فرض میگیم منظور فرض است، چون امکانات از این خیلی مشکل است در واقعیت. اگر فرض کنیم که شما، هر کدام شما یک ذره باشین، منظورم از ذره واقعا یک ذره نهایت کوچک، و در یک فضای باشین که دورا دورتان هیچ چیز را دیده نتوانین، چی فکر میکنه شما در کجا هستین؟ شما من حیث یک ذره در کجا واقع هستین؟ در واقعیت شما در هیچ جا واقع نشدین، چون واقعیت شما یعنی موقعیت شما مربوط به ایست که شما در رابطه با چیز دیگری موقعیت خود را تعیین کنید. شما من حیث یک ذره در تنهایی خود در هیچ جای نیستین، ولی زمانی که شما یک نقطه دومی را پیدا کرده میتونین، در رابطه با آن نقطه دومی، در رابطه با آن ذره دومی، شما می توانید بگوین که به طرف شمالش یا جنوبش یا شرقش، بالا پایین، به یک در رابطه با آن موقعیت خود را تعیین کنید. ولی تا زمانی که نقطه دومی را شما یافته نمی توانین، درک کرده نمی توانین، دیده نمی توانین، شما در هیچ جای نیستین. یعنی در یک جای هستین که او جای قابل تعریف نیست. چرا؟ تعریف جای در ارتباط با جاهای دیگر است. یعنی مکان به تنهایی خود ممکن نیست، مگر اینکه امکان آن در رابطه با مکانهای دیگر باشد. به او سبب است که همین در همین فرضیه که گفتم که شما یک ذره هستین در یک جای، ضرورت به دیدن و درک کردن و حس کردن و لمس کردن و مشاهده یک ذره دیگر حتمی و ضروری است، برای اینکه محض با درک آن ذره دومی شما به نحو به خود یک هویت می بخشین، به نحو شما خود را می یابین که شما در کجا هستین، در اقلا در رابطه با آن ذره دومی. بنان وقتی که ما اگر همین فرضیه یک ذره را بگیریم و یک طفل نوزاد را من حیث یک ذره ببینیم، طفل نوزاد هم یک ضرورت داره به این که بداند و بفهمد که کی است و کجا است، و
در جواب دادن به همین دو سوال که کی است و کجا است، باید کی بودن و کجایی بودن خود را در رابطه با محیط و ماحول خود تعیین کند. اونجاست که یک کسی به نام پدر و مادر یا به نام خانواده و فامیل در رابطه با اونها خود را نحوه برای خود یک جای پیدا می کند. و اگر این جای را یافته نتانه برای خود، یک نوع احساس عدم مسئولیت می کند، آرام نمی باشد، بیقرار است. در این ناقراری خود کلمه ناقرار از نگاه اشتقاق زبان عربی، زیبایی زبان عربی در همین است. ناقرار یعنی در یک جای تقرر نیافته یا جا به جا نشده، یعنی این را درک نکرده که در کجا هست. قرار یا تقرر زمانی ممکن است که در رابطه با چیز دیگر شما خود را قرار احساس کنید یا آرام احساس کنید. اونجاست که مقرر میشین، یک تقرر احساس میکنید. نه، پس اینجاست که طفل در مرحله اول خود را در رابطه با محیط که مستقیما با آن در تعامل است، یعنی والدین و همان محیطی که چی در شفخانه یا در خانه یا در جایی که زاده شده، این حس باید درک کنه. و همان زمانی که فرض کنیم به گریان و به ناله و فریاد آغاز میکنه که چرا اینجا آوردنش، او آرامش تنها در صورت ممکن میشه که خود را به نحو بیابد در رابطه با محیطش. بعدا البته و همین ضرورت است که این را بالاخره متوجه میسازه که نه، این محیطش از این چند تنه که اعضای فامیل هستن یا دکتر نرس و این هاستن، از این فراتر است. فرض کنیم یک محیط اجتماع است، محیط خانواده است. و البته در تکامل تمام زندگی ما میبینیم که به تدریج ارتباط پیدا میکنه با محیط و ماحول و شهر و قصبه و کشورش، همه اینها که باز هم قسمی که اول گفتم مربوط به همان هویت نفسانی است که او حس میکنه که من، خانواده من، فامیل من، شهر من و کشور من و دنیای من، همه چیزها بر روی یک منیت میچرخد. و این منیت تنها زمان در استقرار می باشه، زمان در مسئولیت می باشه که محیط را درک کنه. و در همین سلسله هاست که بالاخره به جای می رسه که همین محیط برایش کافی نیست و از او پا فراتر می گذاره، به کهکشان ها و افلاک و کائنات و به اینها می رو در سطح ورای از او که تا به جای میرسه که در آنجا چیزی را یافته نمیتونه. ولی در هر مرحله از این به نحو در جستجوی یک نقطه اتکا است که ما در این تعریف خود میتونیم همان نقطه اتکا را خداوند بنامیم. ما که وقتی که به خداوند توکل میکنیم، در واقع اتکا میکنیم و اتکایش باعث از این میشه که ما برای خود یک جای یافتیم یا کجای بودن خود را یافتیم در ارتباط با هستی محیط و ماحول خود. بنان انگیزه خدایابی در درون ما از آغاز زندگی ماست. چرا ما به خداوند ضرورت داریم؟ به خاطر یک اتکا به یک چیزه. و اون متکای ما خداوند ماست. برای درک و یافتن این متکا، ما ضرور نیست به سطح اعتقادی برگردیم. ضرور نیست ما این را در
سطح دیانت و مذهب بحث و تحلیل کنیم، بررسی کنیم، بلکه این یک ضرورت درونی ماست. این ضرورت بر دو پایه استوار است. یک ضرورت محیط طبیعی است. در ضرورت محیط طبیعی ما ضرورت داریم در محیط و ماحول خود به چیزهایی که با آن اتکا می کنیم که آنها، این چیزها، این پدیده ها امرار حیات ما را تضمین کرده بتانند. ما به محیط می بینیم که در آنجا فرض کنیم دانه و غله و میوه و این هاست که اونها به نحوی به ما غذا میشن و این غذا باعث میشه که وجود ما که بازم وجود عضوی است، از عالم عضویت ما چیزهایی را میگیریم در درون نظام هاضمه خود میندازیم که همان مواد عضوی محیط ما حول ما حیات ما را ادامه داده بتواند. پس این ضرورت حیاتی یا ضرورت محیطی به خداوند به خاطر است که ما جسمن به نحو متکی به چیزی باشیم، یعنی اتکا کنیم که امرار حیات ما ممکن شود. ولی همزمان ما یک ضرورت داریم به یک خداوندی که در سطح روحانی بر ما وسیله شود که ما بالای آن اتکا کنیم، که باز هم اینجا دو خداوند شد. یکی شناخت خداوند ذهنیه که در برای محیط ما برای امرار حیات خود به آن ضرورت داریم. یکی هم خداوند روحی یا روحانی ما، که البته کلمه روحانی هم در بعضی موارد متفاوت از تعریف است که ما او را به کار میبرم. به هر صورت اینجاست که این توسعه برای یافتن این خداوند، ما در واقع از خود بیرون میریم. از خود بیرون رفتن، در این از خود بیرون رفتن هاست که ما خداوند را میابیم. پس خداوند ما به نحو یک سبقه خارجی داره، خارج از نفس ما، خارج از محیط ما. ما خداوند را در دیگران میبینیم، ما خداوند را در جامعه میبینیم، ما در رابطه خود با پدیده های خارج از خود خداوند را میشناسیم. فرض کنیم اگر محیط ما یک محیط مسلمان باشه، بر خداوند از یک اصطلاح کار میگیریم. اگر محیط ما محیط دیانت هندویی باشه، اصطلاحات ما فرق میکنه، طرز و نوع عبادت های ما فرق میکنه. همه اینها به نحو این خدا را خداوند فرهنگی هم میسازه، خداوند ثقافتی میسازه، خداوند اجتماعی میسازه. پس شخصی نیست این خداوند بیرونی، چون در بیرون از خود آن را یافتیم، در این تک و تلاشی که از خود رفتیم، حتی در سطح ورای عالم کائنات رفتیم، همه خداوند است که در بیرون نگری، در بیرون از خود نگری ها این خداوند پیدا میکنیم. ولی هر قدر که در بیرون از خود خداوند را پیدا میکنیم، انعکاسش در درون ما هست و او انعکاس درونیش انعکاس خداوند ذهنی است. پس ما در ذهن خود خداوند را خلق میکنیم در واقع، یعنی یک تصویری از خداوند را خلق میکنیم، یک ذهنیت را در خود ایجاد میکنیم. این ذهنیت باعث از این میشه که ما این خداوند دومی که گفتم که متفاوت است از خداوند ذاتی، با او ارتباط میگیره. یک یادآوری را تکرار میکنم که بحث ما روی اعتقادات دینی نیست. امید است که
به احساسات کسی بر نخورم. ما یک بحث علمی و فلسفی میکنیم در شناخت خداوند، یک نحوه از الهیات است. این دین نیست. ما با دین اقلا در این برنامه سر و کار نداریم، ولی همچنان من به اعتقاد هستم که خداوند پدیده نهایت پیچیده است و نباید شناخت خداوند را ما منحصر به یک دین و به یک اعتقاد بسازیم، چرا در قالب های دیانتی خداوند به نحو دیگر شناخته میشه. خداوند بیشتر کوشش است برای پرستش خداوند تا برای فهمیدن خداوند، تا برای شناخت خداوند. منظور از شناخت خداوند این است که به این معنا نیست که ما خداوند را می شناسیم. در هر مرحله ما شناخت خاصی از خداوند داریم که این شناخت همواره ناتکمیل است، چون بر اساس حواس ناتکمیل ماست. بنان خداشناسی را نباید چنین تعریف کرد که یک کس خداوند را شناخت و تمام شد و این علمیت و این فضیلت و این توانمندی به انتهای خود رسید و یک کس خدا را شناخت، که چنین چیزی هرگز در توان بشر نیست. ولی کوشش در راه شناخت خدا را میتونیم ما خداشناسی بدانیم و برداشت هایی که در هر مرحله میشه که از روی یک مجبوریت و یک مکلفیت و یک ناچاری ما مجبور استیم در مرحله های مختلف زندگی خود به یک چیز قناعت کنیم که شناخت من از خدا در همین وهله زندگی من بینی انداز است. به او سبب است که با آنهایی که به این مسئله صرف از دیدگاه اعتقادی معامله می کنند، در سطح اعتقادی ایمان که من دارم به خداوند در این است که اگر من در هر لحظه خداوند را به یک نحو دیگر شناخته نتوانم، من در غفلت هستم. به این معنا که من اقلا فکر و اندیشم را به کار نبردم آنطور که شاید و باید، که من در هر لحظه باید خداوند را بهتر بشناسم. یا اگر در هر لحظه نباشد، بهتر است بگویم که هر روز که شما از خواب میخیزین، اگر خداوند دیروز را میپرستین، در غفلت هستین. یعنی شما از بزرگترین نعمت که خداوند به شما عطا فرموده که قوه عقلانی تان است، قوه ادراک تان است، قوه فهم تان است، و این قوه فهم تان را اگر مکرر و متواتر به کار نبرین و یک شناخت بهتر از خود نداشته باشین تا توانسته باشین که شناخت بهتر از خداوند داشته باشین، بنان شما یک پاس این نعمت را ادا نکردین، یک سپاس از این نعمت را ادا نکردین، یک شکرانه از این نعمت را ادا نکردین. بزرگترین نعمت خداوند به انسان، به زعم خودم، ما میتونیم بگویم که عقل ماست. خب میتونیم بگویم عشق است. خب برای هر کدام میتونیم که دلایل جداگانه را ارائه کنیم، ولی منظور من در رابطه با بحث امروز است که ما صاحب عقل به خاطر آن هستیم که آن را به کار ببریم. عقل ما را، عقل ما نباید، نشاید و نباید که عقل را در یک جای به اصطلاح پارک کنیم و استاد کنیم و از او استفاده نکنیم، برای اینکه او کفران نعمت است. حالا که با این فهم باز هم اگر بگویم که ما هر روزی که از خواب میخیزیم باید
یک خدای دیگر را بشناسیم بازم به این معنا نیست که خدایان متفاوت هستند. خدا یکیست، ولی در ذهن ما در هر روز باید به یک نحو بهتر ظهور کنه، تجسم کنه در خیال ما، در قلب ما به یک نحو دیگر جلوه کنه. به او سبب است که خداوند را که من دیروز میشناختم تا امروز باید فرق داشته باشه، ورنه کفران نعمت صورت میگیره. اینجا به هر صورت میرویم به ادامه بحثی که داشتیم، که در رابطه با مسئله این بود که ما چرا ضرورت داریم به این خدا، و گفتیم که در ذهن خود ما ضرورت داریم به یک آرامی و استقرار، و این آرامی و استقرار ما تنها در صورت ممکن است که ما حواس خود را در فعالترین سطح آنقدر گسترش بدهیم که ما خود بدانیم که ما کجا هستیم، و طبعا بعدا در رابطه با این که ما کجا هستیم خدای ما کجاست. یعنی فاصله، یعنی اول دو نقطه را تعیین کنیم که خداوند است و من، و بعدا رابطه بین این دوتا را باید بفهمیم و بدانیم و درک کنیم، و همین وسیله ارتباط بین دو مسئله است که بحث اصلی ما روی ازی میچرخه. پس ادامه میتیم به او بحثی که آغاز کردیم از محیط یک طفل نوزاد، و حالا میتونیم که به یک بودی دیگر ما برسیم. ما میتونیم که نوزاد بودن یک طفل در خانواده را نی، بلکه نوزاد بودن عالم بشریت در این محیط اقلیم جغرافیایی را مطرح کنیم، که اونجاست که ذهنیت انسان بدوی را با ذهنیت انسان معاصر در رابطه با شناخت خداوند ای را باید مطرح کنیم. ما اگر فکر کنیم که انسان بدوی قسمی که احتیاجات محیط ایجاب میکرد باید خداوند را میپذیرفت، و این خداوند محیط و ماحول بود، محیط جغرافیایی منظورم است، محیط بیولوژیکی منظورم، محیط عضویت هاست، محیطی که در آنجا حیوانات و نباتات و اشجار و اینها بودن. این محیط سازگار یک ذهنیت برای یک خداوندی بود. پس انسان های بدوی خداوند را در این اشیا می جست، در بین هر چیزی که جز محیطش بود، چون محیط طبیعت بود و هر جا اینها می گشتن خداوند را یا می یافتن یا نمی یافتن، طبعا یک ندا می کردن، یک صدا می کردن تا خداوند را بیابند. و یکی از اسطوره های یونانی می تانه که نمونه برای تفهیم این مطلب شود، این که آنها چرا خداوند را یافتن، برای این که هر جا گشتن و صدا کردن خداوند جواب نداد، مگر این که اینها رفتن به کوها و کسی که در کوه صدا کرد و صدا از او طرف برگشت انعکاس کرد، بعدا فهمیدن که خدا در آنجاست. بنان خود انعکاس به نحو یک پیغمبر اینها قرار گرفت، و خدایان که در این صدا را منعکس می کردن، این از جمله امو دوازده خداوند کوه اولمپیک است، که در همان کوههایی که اونجا انعکاس به وقوع پیوسته بود. بنان این می تانه یک مثال باشه، ولی همه جامعه دیگر دنیا هم به نحوی
یا در کوه یا در دشت یا در جنگل خدایانی را یافته بودن، خدایان ذهنهای خود را، جایی که اینها علائم عکس العمل محیط در جواب اینها بود، که این عکس العمل محیط همواره مثبت هم نبودن. در بعض موارد اگر در محیط فرض کنیم اگر اینها خدایان را در چوب و درخت و در کوه و در ابر و در باران می دیدن، طبعا اگر این باران طوفانی می شد یا فرض کنیم رعد و برق می بود یا فرض کنیم پدیده های دیگر طبیعت می بود، اینها را معمولا به خدا نسبت می دادن. پس خدایان اولیه انسان های ابدی خدایان محیطی بودن، خدایان محیط جغرافیایی بودن، خدایان طبیعت بودن. و در همین رابطه است که بحثی که درباره ای که اجسام سماوی، کرات و ستاره ها و سیاره ها اینها را چه قسم می دیدن، از کدام دیدگاه می دیدن، این خود یک بحث دلچسب است، برای این که ما در قرن 21 که زندگی می کنیم، ما با آفتاب و مهتاب و ستاره ها الوهیت نمی بخشیم، به اونها تقدس نمی بخشیم. و دلیل آن این است که ما در این عصر و زمان با این علم و تکنولوژی که داریم در آنها این علائم را نمی بینیم. ولی در زمانهای قدیم یا انسان بدوی، چون آنها خداوند را در هر چیز می جستن و می خواستن و می یافتن و می دیدن، ناگزیر به اجرام سماوی هم باید این خصلت را می بخشیدن. بنان به نظر آنها آفتاب هم خدای بود، مهتاب هم خدای بود، همه اینها از خود خدایان داشتن و اینها خود خدا بودن، ستاره ها هم خدا بودن. چون آفتاب و مهتاب به خصوص به نحو با اینها در تعامل بود، با انسان های روی زمین، منظورم انسان های بدوی است. ما در محیط خود فرض کنم احتیاج داشتیم به آفتاب، به نور و روشنی آفتاب که حیات بخش است، و فرض کنم در تغییرات اقلیمی ما ضرورت به آفتاب داریم. این حیات بخشی آفتاب با حیات بخشی که خداوند است در ذهنیت انسان بدوی تفاوت نداشت. پس آفتاب آنها خالق بود و خداوند هم خالق بود. بنان پرستش آفتاب در اکثر جوامع آن زمان، خاصتاً جوامعی که نزدیک به مدار زمین در یک عرض البلد اقلیم ملایم زندگی می کردن، همه اینها به نحو آفتاب پرست بودن. ما اگر از دیدگاه امروزی با آن می بینیم، فکر می کنیم که مردم جاهل بودن و نمی دانستن و آفتاب را به خداوند و اینها چیز. ولی اگر به ذهنیت زمان و مکان آنها مراجعه کنیم و می بینیم که خصلت‌های بین حیات بخشی این کرات سماوی و حیات بخشی من حیث یک صفت که ما آن را به خداوند اطلاق می کنیم، همگونه بسیار زیاد موجود است. پس نه، آنقدر دیوانه هم نبودند. البته برداشت های اونها ممکن با ساینس امروز ما مغایرت داشته باشد، ولی برداشت های آنها در سطح اسطوره‌ای
هیچ قابل تعجب نیست، چون قسمی که گفتم قوه های زندگی بخشی که بین اینها بود، اینها با ما از راه انرژی ها معامله می کردن، با ما تماس می گرفتن، با ما مکالمه می کردن. ما منظور ما انسان بدوی است. پس این خدای اول بود، یعنی خدایان بودند که اینها در محیط خود دیدن. بعدن که البته علم و دانششان بیشتر از این شد، به سطح ورای این اجسام سماوی رفتن. و البته در این سطح ما میبینیم که تقویم هایی که ساختن انسان ها، همه را که به طور مثال ما در زبان های اروپایی داریم که نام های ماه ها و یا نام های روز های هفته را همه مسما ساختن به نام سیارات و ستاره های آسمانی، به خاطر این که همان بعد الوهیت شامل موجود وجود سماوی اینها بود. بنان روز مهتاب یا روز آفتاب و اینها به نحو خاص به خاطر تقویم نبود، خاص به خاطر شناخت این ستاره ها و سیاره ها و نظام های شمسی نبود، بلکه به خاطر این که اینها دارنده و در برگرنده یک بعد از الوهیت یا خدایی بودن در اینها بود و مردم انسان بدوی آن را می دانست و می فهمید. وقتی که ما می بینیم در همین محیط که تکامل یافته بشریت، ما می رسیم به مراحل دیگری که این ذهن خداوند ذهنی به چی گونه بگویم تکامل کرد یا تحول کرد، بحث دلچسب است که ما میتونیم که در بخش دیگر برنامه نیلگون کمان آن را تعقیب کنیم. و برای فعلا با شما اقلا در همین جلسه برنامه نیلگون کمان خداحافظی میکنیم و در برنامه در بخش بعدی همین برنامه بحث را دنبال میکنیم. روز خوش داشته باشید. ای روز برا که ذره ها رقص کنند، آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند، جان ها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند، در گوش تو گویم که کجا رقص کنم. هر ذره که در هوا و در همون است، نیکو نگرش که همچو ما هر ذره، اگر خوش است اگر محزون است، سرگشته خورشید خوش بین.